کسی گروگانگیر باشه. این دولت کره است که به بهانه های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت. تنش بین تهران و سئول. آمریکا میگوید توقیف نفتکش کره جنوبی در خلیج فارس اخاذی بین المللی است. ایران میگوید مسدود کردن دارایی هایش گروگانگیری است. با یک متخصص دیپلماسی دریایی و یک تحلیلگر سیاسی در این باره حرف میزنیم. همچنین در برنامه امشب توافق قطر و عربستان برای پایان دادن به اختلافات. آیا هدف این آشتی که با میانجیگری آمریکا به دست آمده بیشتر منزوی کردن ایران است؟ جمهوری خواهان در تلاش برای حفظ آخرین سنگر در واشنگتن. انتخابات امروز در ایالت جورجیا سرنوشت سنای آمریکا را مشخص می‌کند. نتیجه این انتخابات تعیین می‌کنه که جو بایدن در دوره ریاست جمهوریش چقدر قدرت و اختیارات داره برای اینکه ایده ها و وعده های انتخاباتیش رو عملی بکنه. ادامه محکومیت های مرتبط با کانال آمد نیوز. بعد از اعدام روح الله زم، قوه قضاییه میگوید شیرین نجفی هم به خاطر همکاری با او بازداشت و محکوم شده. و چاقی یا اضافه وزن در 30% دانش آموزان ایرانی. آموزش و پرورش با طرح کوچ به جنگ چاقی میرود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اقدامی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های خلیج فارس، یا آنطور که وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش برای اخاذی بین‌المللی. یک روز بعد از اینکه سپاه پاسداران یک نفتکش کره جنوبی را با 20 خدمه در تنگه هرمز توقیف کرد، سخنگوی دولت ایران میگوید کشورش گروگانگیری نکرده، بلکه این کره جنوبی است که 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را گروگان گرفته. اشاره‌ای به پول‌های ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده. یک پنجم نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد و ایران بارها برای رسیدن به مقاصد سیاسیش از نفوذش در این منطقه استفاده کرده. چرا جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی می‌زند و چه عواقبی در انتظار تهران خواهد بود؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. نفتکشی که حالا در آب‌های جنوب ایران گرفتار شده، هنکو کمی، نفتکش متعلق به کره جنوبی، حالا بیش از یک روز است که در لنگرگاه بندرعباس توقیف است. سپاه میگوید به دلیل آلودگی مکرر محیط زیست کشتی را توقیف کرده. این اما ظاهراً یکی از دلایل توقیف نفتکش کره است. سئول از ایران خواسته نفتکش و خدمه آن را فوراً آزاد کند. یک ناوشکن کره جنوبی هم دیروز در واکنش به توقیف این نفتکش به سوی خلیج فارس حرکت کرد و حالا ساعتی است که به آنجا رسیده. رزمناوی که پیشتر هم با ائتلاف امنیت دریایی همکاری کرده بود برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های آزاد، آنطور که این ائتلاف می‌گوید. با این حال کره جنوبی می‌گوید هیچ خصلتی برای عملیات نظامی به منظور آزادی خدمه و رهایی نفتکش ندارد. دیروز وزارت خارجه ایران خبر داده بود که قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی قرار است سفری قریب الوقوع به ایران داشته باشد، برای رایزنی درباره حل و فصل اختلاف‌های دو کشور درباره بدهی میلیاردی سئول به تهران. آنطور که دو طرف می‌گویند این سفر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود، اما کره جنوبی امروز اعلام کرده که در اسرع وقت هیئتی به منظور مذاکره برای رفع توقیف نفتکش هنکوک به ایران می‌فرستد. همین امروز هم مدیر کل امور خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی با سفیر ایران در این کشور درباره وضعیت خدمه و نفتکش توقیفی دیدار کرده. تهران میگوید خدمه نفتکش سلامت هستند. با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد. تمام خدمه اون شناور داره وضعیت عمومی خوبی دارن و حال همشون هم خوب هست. مالک نفتکش هنکوک که دست کم 5 خدمه آن کره‌ای هستند به CNN گفته نیروهای سپاه به سرعت بعد از اخطاری 10 تا 20 دقیقه‌ای وارد کشتی شدند و آن را توقیف کردند. ایران کماکان اصرار دارد که دلیل توقیف کشتی با محموله‌ای که به نظر می‌رسد اهمش اتانول است، آلودگی محیط زیست است، اما جزئیاتی درباره نوع آلودگی اعلام نکرده. بسیاری مظنونند که ایران نفتکش کره ای را در خشم و استیصال دریافت نکردن طلب 7 میلیاردی خود از سئول گروگان گرفته باشد، موضوعی که البته تهران آن را رد می‌کند.
این تیتر تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه درباره این ماجرا. پاسخ بهداشتی به دزدان ارز. مسئله‌ای که زن انگیزه های این چنینی را در پشت قائله توقیف نفتکش قوی تر می کند. این اما واکنش علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در این باره. کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفته. از زمان خروج آمریکا از برجام و افزوده شدن فشارهای واشنگتن به کشورها برای اعمال تحریم‌های مورد نظر آمریکا علیه ایران، کره جنوبی نتوانسته بدهی میلیاردی خرید نفت از ایران را بپردازد. ایران میگوید این مبلغ به 7 تا 8 میلیارد دلار رسیده. دو کشور بارها برای حل مسئله رایزنی کردند. کره جنوبی تلاش کرد از آمریکا معافیت تحریمی بگیرد اما موفق نشد. تهران اما میگوید سئول به وعده خود برای فروش کالاهای مورد نظر ایران در ازای طلب نفتیش هم عمل نکرده. این اولین بار نیست که در سالهای اخیر ایران کشتی‌های خارجی را در حوالی تنگه هرمز توقیف کرده. اغلب با اتهام قاچاق، ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی ایران و آلودگی محیط زیست. نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. با افزایش فشارهای آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت ایران، تهران بارها تلویحی و علنی تهدید به بستن تنگه هرمز کرده. همین تهدیدها و اضافه بر آن رویکرد روشن رسانه‌های نزدیک به قدرت این بار هم ایران را در مزان اتهام گروکشی برای دریافت طلب خود در آستانه سفر مقام عالی رتبه کره‌ای به تهران قرار داده. دلیل واقعی توقیف نفتکش کره‌ای آلودگی محیط زیست است یا این بهانه است برای تهران که می‌خواهد طلب نفتی خود را دریافت کند؟ یا در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ و در سایه حضور نظامی پررنگ آمریکا در جوار آب‌های جنوبی ایران، تهران در حال تهیه برگی برای مذاکره احتمالی با دولت بعدی آمریکا است. هرچه باشد جهان این روزها نگران اشتباه محاسبه است که ممکن است تبعاتش دامنگیر منطقه و جهان شود. شبنم شعبانی، بی بی سی. کریستین لومیر، تحریرگر مسائل امنیت دریایی، مدیر مرکز مشاوره آرچیپل و نویسنده کتاب دیپلماسی دریایی در قرن 21 از لندن به ما پیوسته. آقای لومیر، ایران مدعی است که این کشتی باعث آلودگی محیط زیستی شده بوده و به این دلیل اون رو توقیف کرده. بر اساس اطلاعاتی که داریم چقدر این حرف منطقیه و آیا میشه اون رو باور کرد؟ شما فکر میکنید چه دلیلی پشت این توقیف بوده؟ خب ایران و سپاه پاسداران خیلی به روشنی گفتن که انگیزه اصلی اونها برای پیشگیری از آلودگی بوده، که البته از نظر تئوری بله، حق ایران هست که این قضیه رو پیاده کنه، ولی طبیعتاً روشن نیست که چرا اومدن و قبل از اینکه به مثلا یک بندر ایرانی برسه اون رو مصادره کنند و یک مقدار شتابانه اقدام کردند. بعد میدونیم که بحث 7 میلیارد دلار دارایی های هست که از جانب که متعلق به ایران هستند و در داخل کره جنوبی به واسطه تحریم های آمریکا علیه ایران بلوکه شدند. بنابراین به نظر میاد که یک مذاکره بین دو طرف جریان بگیره بر سر این قضیه، اما میدونیم که ایران یک سابقه داره از در گذشته هم اقدام به مصادره کردن، متوقف کردن کشتی ها داشته، حملاتی رو در خلیج فارس به کشتی ها داشتیم. بنابراین به نظر میرسه که شاید ایران قصد داشته که این کشتی رو مصادره کنه تا بتونه در اون مذاکره که اشاره کردیم بتونه دست پرتری داشته باشه، اهرم فشار مهمتری داشته باشه. قوانین دریایی بین المللی اینجا چه میگن و چقدر کشورهای دخیل میتونن از اون قوانین استفاده بکنن برای اینکه ایران رو به چالش بکشن در این مورد؟ بله، وضعیت قانونی یک مقدار در اینجا مبهم هست. مهمترین
ابزار قانونی که داریم کنوانسیون بین المللی سازمان ملل در مورد حقوق دریاها یا حقوق دریایی است. ایران البته این رو به تصویب نرسونده، ولی خب بیشتر کشورها این کنوانسیون رو که مخففش از آن کلاس تصویب کردند، و طبق این کنوانسیون همه کشورهای به اصطلاح ساحلی موظف هستند که حق ترانزیت یا حق گذار رو به کشتی‌های کشورهای دیگر بدن. البته این حق رو هم برای اونها به رسمیت می‌شناسه که بتونن از نظر محیط زیستی یا نظارت بر این گذار یا ترانزیت حقوق خودشون رو داشته باشن. بنابراین تهران میتونه از این منظر به این قضیه نگاه کنه، چنین استدلالی کنه، اما باز به نظر میاد که یک اقدام یک مقدار اغراق‌آمیزی بوده که با توجه به توجیه محیط زیستی اومده باشن و این کشتی رو توقیف کرده باشن. طبیعتاً تحت قوانین دریایی و تحت این کنوانسیون حل هر گونه اختلافی ماها ممکنه به طول بکشه اگه قضیه به بحث قانونی کشیده بشه. احتمالاً کره‌ای‌ها علاقمند خواهند بود که از طریق دیپلماتیک این قضیه رو خیلی سریع‌تر حل و فصل کنن. بسیاری از جمله خود کره جنوبی و دولت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا معتقدند که ایران داره اخاذی می‌کنه از کشورهای دیگه و این کشتی رو توقیف کرده تا به اهداف دیگری برسه. آیا اگر دیدگاه جامعه بین‌المللی این باشه، عواقبی برای ایران میتونه داشته باشه این مسئله؟ Yes, and in many ways, the seizure of the tanker is بله. از خیلی نظرها اگه به این قضیه نگاه کنیم، توقیف کردن این نفتکش برای ایران یک قدمی رو به عقب هست، یک اقدام زیانبار هست. کره جنوبی یکی از بزرگترین و مهمترین خریداران نفت ایران هست و احتمالاً قصد داشته که از طریق دیپلماتیک مشکلش رو حل کنه. بنابراین این اقدام ایران ممکنه که اثر معکوس بده، ممکنه که کره جنوبی رو به آمریکا نزدیک‌تر کنه. ضمن اینکه می‌دونیم که کره‌ها یک واحد ضد دزدی دریایی فرستادن به منطقه و این یکی از تلاش‌هایی بوده که کره جنوبی خواست نشون بده که ما این گزینه نظامی رو هم داریم که با پرسنل نظامی خودمون کشتی‌های خودمون رو اسکورت کنیم. این کشتی کره‌ای در گذشته در آزاد کردن گروگان‌ها و در عملیات‌های مشابه این در سال 2011 به عنوان مثال موفقیت‌آمیز عمل کرده در یمن، در لیبی و در یمن. بنابراین کره جنوبی لزوماً تسلیم این اقدام ایران نخواهد شد و ممکنه که موضع سختی رو در نتیجه این اقدام ایران اتخاذ کنند. بقیه کشورها، حالا چه آمریکا یا متحدان اون در خلیج، ممکنه که راه‌های دیگری بجز راه دیپلماتیک رو اتخاذ کنند در آینده و ممکنه که ببینن که صبر کنن، ببینن که آیا این مذاکرات بین کره و ایران چه نتیجه بر سر اون مذاکرات بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی چه نتیجه خواهد داد. ممنون از شما کریستین لومیر، تحلیلگر مسائل امنیت دریایی با ما. برای بحث بیشتر در این مورد شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از کلگری با ما هست. آقای شهید سالس، اولین بار نیست که ایران به بهانه آلودگی محیط زیست توسط این کشتی‌ها اونها رو توقیف می‌کنه. حداقل چند بار دیگری ما شاهدش بودیم در طول چند سال گذشته که ایران کشتی‌های دیگری رو متوقف کرده و بعد از اون هم به اهداف خودش رسیده. چه چیزی واقعا جلودار ایران هست در این گونه موارد؟ والا من فکر میکنم که این مسئله واقعا یک قدم شاید با درگیری نظامی فاصله داشته باشه اگر بخوان جلوش رو بگیرن، برای اینکه چطوری میشه جلوی این حرکات رو گرفت بدون دخالت نظامی. اما من یه مسئله رو باید بهش اشاره بکنم که خیلی مهمه. همزمانی این مسئله، به خصوص جایی که این کشتی گرفته شده که توی تنگه هرمز هستش، با افزایش غنی‌سازی 20%، به نظر من این دوتا به همدیگه مربوط هستن و ایران داره یه خط فکری رو دنبال میکنه، یک سیاستی رو دنبال میکنه در آستانه ورود آقای بایدن به کاخ سفید. هرچند که به نظر من خب مسئله بدهی کره جنوبی به ایران هم مطرحه، ولی بیش از اون به نظر من این دو تا مسئله به هم دیگه مربوط هستن. معاون یا حداقل هیئتی از طرف وزارت خارجه کره جنوبی هم قرار هست به تهران سفر بکنن. اونها گفتن که سفرشون را هم متوقف نخواهند کرد و به تهران خواهند رفت.
هفته آینده اونطور که گفته میشه. فکر میکنید ایران واقعا هدفش چه هست؟ آیا میتونه با، اگر اونطور که حداقل آمریکا میگه، با گرفتن این کشتی به هدفش که آزاد کردن اون دارایی‌ها هست برسه؟ ببینید قیمت یک کشتی با محمولش، حالا ایران میگه 7 میلیارد دلار، مثل اینکه حساب پول خودشون هم ندارن، برای اینکه کره جنوبی میگه 9.2 میلیارد دلار پول پیش ندارن. به هر صورت یک کشتی با محمولش به این ارقام حتی نزدیک هم نمیتونه بشه. بنابراین من خیلی مسئله گروگان گرفتن رو شاید روش تکیه نکنم و بیشتر به قول فرنگی ها ماسل فلکسینگ و عضل نشون دادن به آقای بایدن هستش در آستانه ورودش به کاخ سفید. این که میگیم به هدفش میرسه که ما به هر صورت کنترل تنگ هرمز رو داریم در دستمون هستش، قانونسازی رو 20% کردن، به نظر من بیشتر نگاهشون به اون طرف هستش. آیا با کره‌ای ها به نتیجه میرسن؟ به نظر من ممکنه به نتیجه برسن و کره یه مقدار از دارایی‌های اینها رو نه آزاد بکنه ولی بلکه به صورت جنس به اینها پس بده. ولی همونجور که کسی که قبلا مصاحبه میکرد، آقای که قبلا مصاحبه میکرد مطرح کردش، به نظر من یک اثر منفی روی رابطه کره که یکی از خریداره عمده نفت ایران هستش این مسئله خواهد گذاشت. بنابراین این به این معنی هست که از نظر شما ایران سایه جنگ رو بر سر خودش در طول این دو هفته آینده ای که آقای ترامپ همچنان در قدرت هست نمیبینه؟ نه، به نظر من نه، همچین چیزی رو نمیبینه. همچین چیزی هم به نظر من امکان پذیر نیستش. آقای ترامپ هم دست به همچین کاری در آستانه ترک کاخ سفید نخواهد زد و نه، به نظر من ایران همچین سایه ای رو بر سر خودش نمیبینه. و پیشبینیتون در کل، صحبت کردید که این میتونه بحثی باشه که ایران اهرم تازه‌ای در دست داشته باشه در مذاکرات پیش رو، پیشبینیتون از اون مذاکرات چه است؟ ببینید به نظر من آمریکا به برجام برمیگرده، ممکنه یه مقدار بحث و بالا پایین و پیغام پسخوان بین دو طرف رد و بدل بشه ولی هدف آقای بایدن بازگشت به برجامه، در این شکی نیست. اما بحث مهمتر اینه که آیا برجام یک قرارداد و یک توافق با ثبات خواهد بود؟ به نظر من چون قدم‌های بعدی که آقای بایدن هم در یک مصاحبه مفصل با نیویورک تایمز هم در یک مقاله سی ان ان مطرح کرده که مبارزه با مسئله برنامه موشکی ایران هستش، فعالیت‌های ایران در منطقه هستش، اینها بالاخره به بنبست میرسه و آمریکا مجبور، هیچ اهرم دیگه‌ای نداره جز اینکه تحریم بگذاره و بار دیگه به نظر من برجام لرزان میشه و بی ثبات میشه. ایران باید دعواشو با آمریکا به طور ریشه‌ای حل بکنه، تشنج‌زدایی بکنه و الا این وضعیت برجام اصلا یک توافق با ثباتی نیست. ممنونم از شما شهید ساله، استنلیگر مسائل سیاسی ایران. سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در نشستی در عربستان سعودی توافقنامه امضا کردند تا به بحرانی که از بیش از 3 سال پیش در روابط بعضی از این کشورها با قطر پدید آمده بود پایان دهند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این توافق را توافق ثبات و اتحاد نامیده. از زمان تحریم قطر از سوی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان، این اولین باری است که امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. محمد امینی گزارش می‌دهد. لحظه بسیار مهم در تاریخ منطقه خاورمیانه. محمد بن سلمان نفر شماره 2 پادشاهی سعودی به استقبال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پای پلکان هواپیما رفت. چیز زیادی جز زبان چشم و اشاره از پشت ماسک پیدا نیست، ولی محمد بن سلمان قدمی پیش گذاشت و امیر قطر را بغل کرد که احتمالاً از دید جهانی که ماهاست به فاصله اجتماعی تشویق شده پنهان نمی‌ماند. امیر قطر برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شهر تاریخی الاولا رفته. پیشاپیش این سفر عربستان دیشب مرزهای هوایی، دریایی و زمینی خود با قطر را گشود. کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از اواسط سال 2017 میلادی با بستن مرزها و قطع روابط سیاسی و اقتصادی خود به قطر فشار زیادی وارد کردند تا سیاست‌های منطقه‌ای‌اش را تغییر دهد. أنا أرحب بكم بأجمل
الترحيب في بلدكم الثاني مملكه عربيه السعوديه. شوق عربستان برای جمع کردن ماجرا البته دلایل خودش را دارد، اما دولت ترامپ چند ماهی است که به طرف‌های درگیر در این مناقشه فشار زیادی آورده تا اختلافاتشان را حل کنند، احتمالاً با هدف اتحاد و تمرکز فشارها بر ایران در آن سوی آب‌های خلیج فارس. محمد بن سلمان توافق به دست آمده را در راستای ایجاد ثبات و اتحاد در منطقه خواند و در اشاره به برنامه اتمی ایران هم گفت این برنامه تهدیدی برای منطقه و دنیاست. ولی عهد عربستان برنامه موشکی ایران را هم چالش اصلی منطقه توصیف کرد. حضور جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و معمار سیاست‌های کاخ سفید در منطقه خاورمیانه در این دیدار، بیانگر امضای کاخ سفید در پای توافقی است که امروز امضا شد. وزیر خارجه مصر هم در این نشست حضور دارد، نشستی که قرار بود در آخرین ماه سال 2020 میلادی برگزار شود اما به تأخیر افتاد، شاید برای اینکه در پشت پرده تحرکاتی برای رسیدن به توافق امروز در جریان بود. برخی تحلیلگران گفتند طرف‌های حاضر در نشست شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی می‌خواهند با این دیدار به رئیس جمهوری جدید آمریکا یعنی جو بایدن نشان دهند که درهای گفتگو را باز گذاشتند و خیلی روی رسیدن به تمامی خواسته‌هایشان از قطر تعصب ندارند. و شاید هم ریاض عملاً به این نتیجه رسیده که فشارها علیه قطر نتیجه نمی‌دهد، چون دوحه به هیچ کدام از 13 درخواست جبهه مقابل از جمله بستن شبکه تلویزیونی الجزیره تن نداد. محمد امینی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد دو مهمان داریم: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو، و حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. آقای هاشمیان، با شما شروع بکنیم. 13 درخواست داشتن این کشورها، عربستان، مصر و همینطور امارات متحده عربی. امروز که این توافق عملا امضا شد، 3 سال از اون مسئله گذشته، چقدر واقعا به اون اهداف رسید عربستان؟ ببینید، در گزارش شما هم آمد که این به تعویق افتاد حدود 1 ماه. دلیل این تعویق اینه که در واقع قطری ها حاضر نشدن توافقی بر سر جزئیات داشته باشن، یعنی همون مطالبی که از اونها خواسته شده. بنابراین این اتفاقی که الان افتاده توافق بر سر کلیاته و بنابراین کمیسیون‌های مشترکی در آینده تشکیل خواهد شده به جزئیات قضیه، از جمله اون 13 مطلبی که از قطری ها خواسته شده. ولی روابط دیپلماتیک از سر گرفته شده، دوباره مرزها باز شده، یعنی عملا اون تحریم ها کاملا برداشته شده. تحریم ها بین سعودی و قطر برداشته شده، طبیعتا همکاری های اقتصادی بین قطر و امارات، بین قطر و مصر صورت خواهد گرفت، چون که دیدیم وزیر خارجه قطر هم راهی قاهره شد و در افتتاح یک هتل در قاهره اونجا شرکت خواهد کرد. منتها اختلافات سیاسی بین قطر و مصر و همینطور با امارات سر جاش خواهد بود. حملات تبلیغاتی از سوی رسانه‌های قطری و رسانه‌های مصری همچنان ادامه داره و من فکر می‌کنم همین وضعیت رو بین امارات و قطر خواهد. برای موافق نیستید با اینکه شکست خورده این طرح عربستان؟ عربستان در واقع موفق شد. عربستان الان وقتی که آقای محمد بن سلمان امیر تمیم را در آغوش گرفت، در واقع نشون میده که تمام اون مشکلاتی که بین عربستان و قطر وجود داشته از بین رفته و همکاری‌های بیشتری خواهیم دید. منتها با بعضی از اعضایی که اختلاف داشتن، مثلا بحرین یا مصر یا امارات، هنوز اختلافات سر جاش هست. اختلافات سیاسی سر جاش، ممکنه همکاری های اقتصادی، تجاری و بخصوص پروازهای مصری رو هم دیدیم که از سر گرفته. آقای حقیقی، شما چطور فکر میکنید؟ حضور با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای هاشمیان. به هر حال ببینید، این رابطه پیچیده‌ای بوده. یه اشتباه محاسباتی به نظر من عربستان و متحدانش کردن. اونا فکر کردن که آقای ترامپ از اقدام اونا در قطع رابطه محاصره، و حالا در برخی گزارش ها بود که ممکن بود اقدامات بیش از سیاسی صورت بگیره، ممکن حتی به درگیری نظامی هم صورت بگیره، حالا پراکنده بوده. ولی در نهایت در درون آمریکا پنتاگون با این مخالفت کرده بود و اونجوری که عربستان فکر میکرد
اون تصویرهایی که داشتن از این تحریم و چیز پیش نرفت و خب به هر حال قطر هم کارتای خودشو داشت و توانست اون کارتا رو بازی کنه که خب در اینجا نزدیکی ایران به قطر رو شاهد هستیم، به خاطر که ایران راه خروج قضیه بود، ترکیه روابطش رو نزدیک کرد، نیرو فرستاد به قطر، یک توازنی برقرار کردن که خب الان عربستان بازی هوشمندانه کرده برای اینکه در چالشش با ایران دو تا کارت رو با دست ایران خارج کنه. یکی اختلافاتی که با قطر داره، خب این نزدیکی کمک میکنه که موقعیت ایران تضعیف بشه، در این شکاف خیلی نتونه یارگیری کنه. دومم مسئله حوثی‌هاست که به نظر میرسه عربستان میخواد با حوثی‌ها نزدیک بشه مستقیما و خب اینا دو تا کارتی است که ایران در دست داشته. این اقدام عربستان عملا اون نتایجی میخواست به دست نداد، ولی یه تغییر بازی است برای که با توجه به تغییراتی که در واشنگتن اتفاق افتاده، مسائل اقتصادی نفت و همچنین موقعیت هایی که بین ایران و عربستان وجود داره، دو تا کشور واقعیتش این که نمیتونن وارد جنگ بشن، نمیتونن همدیگر رو نادیده بگیرن و این نبردهای نیابتی هم دائما هزینه های جدی داره برقرار میکنه. به هر حال اگر امکان مصالحه صورت بگیره، عربستان با این تغییر تاکتیک سعی میکنه کارت های قدرتمندتری رو در بازی داشته باشه و با دولت بایدن هم خب خواهد گذاشت که بایدن چیکار خواهد کرد و اینها رو میاره همه تو بازی. بعضی از تحلیلگران محافظه‌کار در داخل ایران، ایران رو بازنده این توافق میبینند. آیا شما هم فکر میکنید که ببینید به هر حال ببینید ایران مشکلش اینه که متناسب با تغییراتی که صورت میگیره توان تغییر بازی نداره، یعنی بازیخوانی و بازیسازی ایران متناسب با تغییرات ضعیفه، یعنی همیشه روی یک روند میرن و توجه نمیکنن که بازی ها تغییر کرده. ببینید موقعی که ملک عبدالله فوت شد و ملک سلمان قدرت رسید، ایران بنا به نظر برخی از کارشناسان یک فرصت جدیدی پیدا کرد که میوس بازی رو عوض کنه. بعد اون اشغال سفارت عربستان که خب میدونید سال قبلش حجاج کشته شده بودن، اجازه ندادن به سفارت حمله کردن اشغال بشه، ولی اشغال سفارت عربستان که خلاف روابط دیپلماتیک بود، ایران حتی معذرت خواهی نکرد، سفارت رو بر نگردون، یعنی خسارت سفارت هم پرداخت نکرد و حتی متهمینشون رو هم بهشون پاداش داد. خب این خیلی تصویر بدی داشت به قضیه، این اشتباه بزرگی بود که ایران انجام داد. خب عربستان هم به تبع شروع کرد، با توجه به مسئله یمن شروع کرد به تمام توان دیپلماتیک سیاسیش رو استفاده کرد که به قول خودشون جنگ رو بکشونن به حیطه ایران. مذاکراتی صورت گرفت، یه بار ایران زد زیرش. حمله به آرامکو به نظر من تعیین کننده بود، حمله به آرامکو موقعیت عربستان رو بسیار عصبانی کرد و دیگه اون پیشنهاد طرح صلح هرمز که یک ماه بعد آرامکو بود بی‌معنی بود. بنابراین ایران اگر تغییر بازی نکنه، این موازنه الان به نفع عربستان شده اگر بهبود رابطه با قطر باشه. در این حال قطر میتونه میانجیگری هم باشه که بهبود رابطه با ایران رو ایران عربستان هم بهتر بشه. این امکان هم وجود داره. آیا شما فکر میکنید که نقطه بعدی این باشه که ایران و عربستان هم به هم نزدیک بشن و در پس این توافقی بین ایران و عربستان هم شکل بگیره؟ من اینو فکر نمیکنم که رخ بده. اگر به صحبت‌های فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی توجه کنیم، ایشون مستقیما اشاره کرد که ما این اتحادی رو که ایجاد کردیم در برابر تهدیدات ایرانه و یکی از کارهایی که بایستی صورت بگیره در این چشمانداز این قضیه این که سیاست خارجی یکسانی از سوی 6 کشور خلیج فارس صورت بگیره. در واقع تاکید زیادی بر این قضیه شده، البته دنبال یک سیاست دفاعی مشترک و یک سیاست تبلیغاتی مشترک است که امکان رسیدن به سیاست دفاعی مشترک و سیاست تبلیغاتی مشترک که در داخل اون شبکه الجزیره هم قرار میگیره، این امکانش وجود نداره. اما امکان اینکه سیاست خارجی یکسانی بگیرن در واقع این وجود داره. این یک پیام خیلی محکمی برای ایران میفرسته، همینطور پیام برای آقای بایدن که به خواسته های این کشورها در مورد مسائل امنیت و مسائل مربوط به تهدیدات توجه کنه. برای شما موافقید که عملا عربستان این تصمیم رو با توجه به تغییرات در واشنگتن گرفته؟ دقیقا با توجه به تحولاتی که در واشنگتن صورت گرفته و با توجه به اوراقی که
عربستان در اثر اختلاف با قطر در منطقه دست داد. شما توجه کنید که وضعیت عربستان در سوریه و بخصوص اونایی که به شکلی باش همکاری میکردن، ترکیه و مجموعه های قطری، در واقع خیلی بهتر بود در سال 2017 تا اینکه بعد از سال 2017. در یمن استان تعز بیشتر در دست اخوان المسلمینه و وقتی که این اختلاف ها شکل گرفت، آستانه سقوط پیش رفت. قطری ها از نظر سیاست خارجی قدرتشون در عراق در واقع بیشتر بود و تونستن محمد حلبوسی را به عنوان رئیس پارلمان عراق به شکلی مطرح کنن و اونو رئیس کنن. بنابراین سعودی ها میدونن که این اوراق را از دست دادن در اثر اختلاف با قطر و چیزی هم به دست نیاوردن. الان میخوان این قضیه را ترمیم کنن، ضمن اینکه ترکیه را هم میتونن در این جغرافیای سیاسی باش همکاری کنن و در واقع منافعی رو برای اونها تعمیل کنه. آقای ناهرحقی، به این بیانیه پایانی که نگاه میکنیم میبینیم که به شدت علیه ایران، به ایران تاخته شده در اون و اون رو یکی از بزرگترین خطرهای منطقه خونده این بیانیه. بیانیه که خب قطر هم حالا پای اون رو امضا میکنه. چه تفاوتهایی حالا ایران در واقع مواجه خواهد بود باهاش از این به بعد؟ ببینید، ایران با دو تا به خاطر اینکه نتونست بازیشو تغییر بده، نتونست، شما در صلح باید شجاعت داشته باشی. ایران میتونست در مورد حمله به سفارت معذرت خواهی کنه، هزینه های خسارت رو بپردازه. این یه بسیار رسم دوستانه‌ای بود و در این حال گفتارهایی که توسط چیزی که عربستان حساسه و برای شاخصه این نیست که آقای روحانی چی میگه یا آقای ظریف چی میگه، چون آقای ظریف پیام‌های دوستی خیلی زیادی پیشنهاد کرده یا آقای روحانی، اونها نگاه میکنن که اونها از نظر عربستان قدرت در دست نهاد رهبری است. بنابراین گفتارهایی که رهبران نظامی، فرماندهان سپاه، گفتارهایی که خود رهبر انجام میده و اشخاصی که نماینده رهبرن مثل امامان جمعه و روزنامه کیهان، اونا به این چیزا توجه دارن. بنابراین تا این گفتارها در این حوزه‌ها همچنان خصمانه است و دشمنانه است، بنابراین پیام دشمنی داره ارسال میشه و اونها اینها رو جدی میگیرن و بنابراین توجهی نمیکنن به لابیایی که بعد از شکست آقای ترامپ، لابیایی از ایران برای ترک تو دیپلماسی، دیپلماسی پشت شروع شد ولی به این دیپلماسی ها عربستان چندان جواب نداد. بنابراین این مسئله کلیدی این هست که یه موقعیت، در این حال عربستان از یک جنبه های کارتاش هم ضعیف شده. به هر حال دولت بایدن دولت آقای ترامپ نیست. موقعیت اونها تا تثبیت موقعیت عربستان در واشنگتن به اندازه که در موقع ترامپ بوده به نظر من کار میبره، شاید به اون حدم نرسه. سوم، مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفته که اون هم عربستان رو با مشکلاتی مواجه میکنه و مسئله یمن هست که به هر حال یه باتلاقی شده که کمکی نمیکنه به عربستان و نیازمند خروج آبرومندانه از این قضیه است. ایران هم همین مشکلاتی که هست همه میدونن، حالا نمیخوام باز کنم، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات سیاسی داره، مشکلات چالش‌هاش رو داره با مسئله غرب. در چنین وضعیتی این دو کشور میتونن امتیاز دادن به همدیگه بیشتر کمک میکنه به هم مسائلشون حل کنن. این واقع‌بینی برای این که مثل واقع‌بینی که در دورهای قبل بود، در دوره ملک عبدالله بود که این کار رو انجام داد، به نظر من اگر این واقع‌بین رو پیدا کنن یک راه خروجی است هم برای مسائل اقتصادی ایران هم برای بحران سیاسی اقتصادی عربستان و نیازی نیست که به غربی‌ها بخوان باج بدن، میتونن این مسئله رو حل کنن. البته این دیدگاه مخالفانی هم در تهران داره، خیلی ها معتقدن که آقا اصلا شما باید بچسبید به غربی‌ها، مسئلتون رو با آمریکا حل کنید، چون اینا دقیقاً زائده غربن، مسئلتون رو حل نکنید برای که عربستان دشمنیش ژنیست با ایران و حل نمیشه و بنابراین معتقدن جای این که با عربستان مسئلهمون حل کنیم ما باید بریم مسئلهمون رو با آمریکا حل کنیم چون این مشکل حل نمیشه. دو تا دیدگاه هست در ایران. دو تا 30 ثانیه برای هر کدوم از عزیزان جنبندی نهایی آقای هاشمیان شما بفرمایید. من معتقدم که با توجه به صحبت‌هایی که دیشب محمد بن سلمان با تلویزیون رسمی سعودی داشت و خیلی در واقع مسائلی رو مطرح کرد که هدف ایران اشغال کعبه است، به اعتقاد من در این فاصله امکان بهبود با ایران، منظورم رابطه، وجود نداره و بیشتر اون اوراقی که در دستشون هست اونها رو به کار میگیرن
و وضعیتی که الان پیش اومده خیلی به ضرر ایران. آقای نابرهقی 30 ثانیه. ببینید تجربه نشون داده در یک موقعیت‌های ما فضای جنگ سرد بدتری میان ایران و عربستان وجود داشته، ولی شجاعت رهبران، بازیخوانی و تغییراتی که در موازنه قوا صورت میگیره امکان بهبود رابطه رو فراهم میکنه. به نظر من هم ایران هم عربستان نقاط ضعفی دارن که اگه توجه کنن بخشی از این نقاط ضعف ها از طریق بهبود رابطه ایران عربستان قابل حل، بستگی به شجاعت و تصویر بزرگشون از مناسبات بین المللی داره. ممنون از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. در آمریکا شهروندان ایالت جورجیا پای صندوق‌های رأی رفتن تا دو سناتور این ایالت در کنگره آمریکا رو معلوم کنند. انتخابی تعیین کننده که میتونه مجلس سنا رو از دست جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها بسپاره. اگر سنا دست جمهوری‌خواهان بمونه، اونها میتونن در طول ریاست جمهوری جو بایدن موانعی برای اجرای سیاست‌های اون ایجاد کنند. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما هادی نیلی که برای پوشش این انتخابات به آتلانتا رفته و با او هم بعدتر صحبت خواهیم کرد. برای آنکه خیال جو بایدن درباره دامنه اختیارات و قدرتش در دوره ریاست جمهوری راحت شود، به حضور این دو مرد در کنگره آمریکا نیاز دارد. رافیل ورناک، واعظ مذهبی، و جان آساف، روزنامه‌نگار، نامزدهای حزب دموکرات برای دو کرسی جورجیا در سنا هستند. اگر هر دو ببرند، هم کاخ سفید و هم کنگره در دست حزب دموکرات قرار می‌گیرد. یک ایالت میتونه مسیر آینده کشور رو نه فقط برای 4 سال آینده، بلکه برای نسل آینده معلوم کنه. انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش برگزار شد، ولی انتخاب 2 سناتور جورجیا به دور دوم کشید و این شد که حال و هوای انتخاباتی اینجا فرو ننشست. شور و شوقی که اینجا در جورجیا میبینم هیچ وقت قبلا ندیده بودم. این که همچین حس و حالی رو در جورجیا میبینم، بابتش هیجان زدم، سر حال اومدم. بابت این همه تغییر خیلی خوشحالم. اگر جان آساف رای بیاورد، جوانترین سناتور آمریکا می شود، عنوانی که از قضا زمانی به جو بایدن تعلق داشت. ما می بریم و وقتی بردیم دستور کار رو اجرایی می کنیم که در خدمت طبقه کارگر این کشوره. جمهوری خواهان با تاکید بر سیاست های مد نظر دو نامزد دموکرات درباره خطر تسلط چپ ها بر سیاست در آمریکا هشدار می دهند و از رای دهندگانشان می خواهند جلوی فراهم شدن فضا برای یکتازی دموکرات ها را بگیرند. باید اینجا در جورجیا مقاومت کنیم. من میگم خدا آمریکا رو مورد رحمت خودش قرار بده و دونالد ترامپ رو. ما نمیخوایم سوسیالیستا بهمون حاکم بشن. این یه تهدید برای بچه‌های ماست. ما جلوی سوسیالیسم میستیم. ما به آمریکا و بقیه دنیا نشون میدیم که جورجیا یک ایالت جمهوری خواهه و با هم آمریکا رو نجات میدیم. عالیه که این زن ثروتمنده. دوست دارم اینطوری باشه. کاش بچه‌هام هم پولدار بودن، ولی بهش حسودی نمی‌کنم. جمهوری خواهان کافی است فقط یکی از این دو کرسی را در اختیار خود نگه دارند تا اهرم کافی برای مهار سیاست‌های دموکرات‌ها و قدرت لازم برای چانه‌زنی با دولت آینده را داشته باشند. این آخرین روز رأی‌گیری انتخابات در جورجیا است. حداقل 40% واجدان شرایط زود هنگام رأی دادند، چه پستی و چه حضوری. برای رأی دهندگان جورجیا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، خیلی خوب روشنه که این انتخابات مسئلهش بیشتر از دو کرسی یک ایالت در مجلس سناست. نتیجه این انتخابات تعیین میکنه که جو بایدن در دوره ریاست جمهوریش چقدر قدرت و اختیارات داره برای اینکه ایده ها و وعده های انتخاباتیش رو عملی بکنه. گذشته از نقش سنا در تصویب قوانین، همچنین برای تعیین صدها مقام دولتی از وزیر و معاون وزیر گرفته تا مقام‌های ارشد اقتصادی و مالی، رؤسای سازمان‌های مختلف دولتی، سفرا و سمت‌های تعیین کننده دیگر در رهبری آمریکا، تایید سنا لازم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز حاضر نشده نتیجه انتخابات که پیروزی رقیبش جو بایدن بوده را بپذیرد و ادعا می‌کند تقلب شده. ادعایی که مقام‌های ایالت‌های محل مناقشه از جمله همین جورجیا و همینطور دادگاه‌ها نپذیرفتند. عمرن اگه ما جورجیا رو باخته باشیم. توی انتخابات تقلب شد. برخی جمهوری‌خواهان نگران بودند که این حمله‌های دونالد ترامپ مایه تردید حامیان این حزب در جورجیا شود. با این حال خود او در آخرین شب قبل از انتخابات یک بار دیگر به اینجا آمد تا حامیانش را به رأی دادن تشویق کند.
جورجیا برای نخستین بار در 3 دهه به نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری رأی داده. حالا جمهوری‌خواهان امیدوارند پایگاه رأیشان این بار در رقابت بر سر کرسی‌های سنا به کمکشان بیاید تا آخرین سنگرهای قدرت را جلوی دموکرات‌ها حفظ کنند. هادی نیلی خبرنگار ما از آتلانتا در ایالت جورجیا همین حالا با ما هست. هادی از صبح انتخابات رو خلاصه دنبال می‌کرده و هادی کمی بهمون بگو اول اونجا چه گذشته. این ایالت جورجیا خودش به تنهایی تبدیل شده به مرکز جنگ و جدل. همینطوره، ایالتی که معمولاً هم جمهوری خواه بوده ولی خب در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به نامزد دموکرات‌ها جو بایدن رأی داد. جو بایدن در این ایالت پیروز شد با وجودی که فرماندار مقام برگزار کننده انتخابات همه جمهوری خواه هستن و خودشون هم میگن به دونالد ترامپ رأی دادن و خیلی روشنه که برای رأی دهندگان هم این واضحه که چقدر رأیشون مهمه. من در به چند حوزه رأی‌گیری که از صبح به وقت اینجا سر زدم با کسانی مواجه شدم، مثلا یه نفر رو دیدم حتی که میگفت بار اولی که در انتخابات سنا داره رأی میده، قبلا ریاست جمهوری رأی داده بود ولی برای سنا بار اول میومد رأی میداد. یا با کسی حرف زدم که میگفت قبلا به در انتخابات ریاست جمهوری به نامزد حزب دموکرات رأی داده، الان داره به نامزد جمهوری‌خواه رأی میده. متفاوت فضا ولی روشنه که برای رأی دهنده ها بیش از هر انتخابات معمولی برای تعیین دو سناتور مد نظرشون هست، مد نظر دارند. دو حزب خیلی دارن تاکید میکنن که جنبه ملی داره این انتخابات. حزب دموکرات داره میگه اگر مجلس سنا در دست دموکرات‌ها قرار بگیره خیلی مسیر هموار برای رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهوری که تا 2 هفته دیگه کارش شروع میکنه که به وعده‌هاش عمل بکنه. و دقیقاً جمهوری‌خواهان به همین اشاره میکنن و هشدار میدن به رای دهندگانشون که اگر آقای بایدن قرار بشه این وعده‌هایی که از دید جمهوری‌خواهان خیلی چپگرایانه است، خیلی تندروانه است و سوسیالیستی از دید اونها و به گفته اونها، اگر قرار بشه این وعده‌ها عمل بشه آمریکا متفاوت خواهد بود و به همین خاطر دارن از رای دهندگان دعوت میکنن که حتما رای بدن. در همین ساعات گذشته مرتب دونالد ترامپ، خانواده‌اش و نامزدهای حزب جمهوری‌خواه دارن از مردم میخوان که پای صندوق حاضر بشن، به خصوص که گمان برده میشه به احتمال زیاد جمعیت بزرگتری از کسانی که زود هنگام رای دادن احتمالاً به دموکرات‌ها رای داده باشن و گمان برده میشه انتظار میره که امروز کسانی که پای صندوق میان بیشتر به جمهوری‌خواهان رای بدن. دیشب هم دونالد ترامپ در همین ایالت صحبت‌هایی کرد و همینطور امروز توییت‌هایی کرده که جنجالی شده. از جمله داشتم توییت‌های او رو می‌دیدم، در یکی از این آخرین توییت‌ها گفته که معاون او می‌تونه نتایج انتخابات رو که او عملاً میگه در اون تقلب شده تغییر بده. منظور او چه است؟ آقای ترامپ به جلسه اشاره داره که فردا در کنگره آمریکا برگزار میشه با حضور مجلس نمایندگان و مجلس سنا و رئیسش هم به طور سنتی و به طوری که در قانون آمده معاون رئیس جمهور آقای مایک پنس خواهد بود. ولی این که آیا رئیس این جلسه بتونه نتیجه انتخابات رو عوض بکنه، این در قانون اساسی آمریکا نیست، این در قانون نیست، چنین اختیاری نداره. و حتی حامیان آقای ترامپ و بعضن فضاهای رسانه‌ای که در این 4 سال دست کم چندان با آقای ترامپ دشمنی نداشتند یا بلکه میشه گفت بهش خیلی هم روی خوش نشون دادن، اونها هم دارن این رو میگن که در قانون چنین چیزی نیست. یعنی اگر کسی قرار باشه که فقط توییت های آقای ترامپ رو بخونه احتمالاً به طور کلی منتظر وقایعی خواهد بود برای فردا که اتفاق نخواهد افتاد، وقایعی که در جهان واقع حداقل امکانش نیست. چون با وجودی که جلسه فردا به طور تشریفاتی و رسمی قراره که کنگره آرای الکترال ایالت‌های مختلف رو که تایید کردن ایالت‌ها یک بار هم کنگره تایید بکنه، ولی امکان این که رأی عوض بشه در اون نیست. حتی اکثر میتونن به چالش بکشن آرای هر ایالت رو و اگر هم به چالش کشیده بشه باز هم رأی مثبت هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا لازم هست که خب ما میدونیم مجلس نمایندگان در دست دموکرات هاست و حتی بین جمهوری خواهانی که در مجلس سنا هستند هم چند نفر تا الان اومدن علنا گفتن که مخالف چنین اقدامی هستن که جلوی رأی تایید شده و قانونی رو بگیرن. به این ترتیب حتی در مجلس سنا هم به نظر نمیرسه دست کم تا الان دونالد ترامپ اکثریتی داشته باشه که بتونه اونطور که خودش داره میگه و به نظر نمیرسه درست باشه مایک پنس رئیس مجلس رئیس جلسه فردا بتونه نتیجه رو عوض بکنه. حالا اگه خیلی سریع بگی که نتیجه این انتخابات که الان داره برگزار میشه در جورجیا کی اعلام خواهد شد؟
از ساعت 7 عصر شروع میکنن به جمع زدن آرایی که زود هنگام آمده و قبلا در واقع پردازش شده و آماده شده برای شمارش و بعد هم شمارش آرایی که امروز اومده. یه مقدار زیادی بستگی داره به تعداد آرا، ولی احتمال داره که ما تا امشب بدونیم که مجلس سنا در دست کم 2 سال آینده دست کدام حزب خواهد. ممنونم از هادی هادی نیلی همکارم از آتاتوما. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته شیرین نجفی به اتهام همکاری با روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در ایران دستگیر و در دادگاه محکوم شده. آقای اسماعیلی گفته پرونده خانم نجفی در مرحله تجدید نظر است و به همین خاطر فعلا نمیتواند جزئیات بیشتری از اتهامات او و چگونگی بازداشتش اعلام کند. مریم افشنگ گزارش میدهد. خانمی که از ایشون اسم برده شد هم در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد، تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفر خواست برای او حکم صادر شده. سخنگوی قوه قضاییه ایران این سخنان را در نشست خبری امروز و در پاسخ به سؤالی درباره روح الله زم گفت و اینکه آیا رسیدگی به پرونده کسانی که با او همکاری داشتند از جمله شیرین نجفی آغاز شده است یا نه. روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز صبح روز 22 آذر ماه اعدام شد. 19 مهر ماه سال 98 روح الله زم پاریس را به مقصد عراق ترک می کند. 22 مهر ماه خبر این که او به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افتاده منتشر می شود. اما شیرین نجفی کیست و چه نقشی در سفر روح الله زم به عراق داشت؟ خانم نجفی سالها در ترکیه پناهنده بود و از سال 1396 یکی از ادمین‌های اصلی آمد نیوز می شود و از معتمدان اصلی روح الله زم. همیشه در طی این چند سال شیرین کنار آقای زم بوده و خود خانواده آقای زم هم میدونن. همین رابطه نزدیک هم تاثیر زیادی بر متقاعد کردن روح الله زم برای سفر به عراق داشت. یک روز قبل از پرواز در 10 اکتبر کسانی که گمان می‌رود رابطین شیرین نجفی بودند بلیتی از شرکت مسافرتی سفیر بغداد از کربلا را برای روح الله زم می‌فرستند. پیشتر و در 29 شهریور 98 شیرین نجفی در استانبول ناپدید می شود. به گفته یکی دیگر از اعضای آمد نیوز 3 روز خبری از شیرین نجفی نبوده. هم من هم روح الله یه سری دسترسی ها رو ازش گرفتیم. تا دسترسی هاش رو ازش گرفتیم دوباره سر و کلش پیدا شد. پس از 3 روز شیرین نجفی با روح الله زم تماس می گیرد و می گوید تصادف کرده و در بیمارستان بوده. نزدیکان آقای زم میگویند ماموران امنیتی ایران دختر خانم نجفی را تهدید کرده بودند و او به همین دلیل تن به این کار داده، چیزی که پیشتر خانم نجفی رد کرده بود. چرا میان با آبروی دختر بچه بخوام بازی کنم، بگن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهش خواستن تجاوز بکنن، مادرش ترسیده. دختر من خیر ایران نیستش. اگر همچنین اتفاق میافتاد، من روز اول با آقای زم یه قولی دادم، خودم و دخترم فدای آقای زم بودیم، ولی من هیچ وقت چنین کاری بی‌شرفی نمی‌کردم. مشخص نیست در مصاحبه‌هایی که شیرین نجفی بعد از روبوده شدن روح الله زم با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کرده، آزاد بوده و یا در دست نیروهای سپاه پاسداران زندانی بوده. بله، این پرونده همونطور که اشاره شد ابعاد گسترده‌ای داره. بخشی از این پرونده قبلا منتهی به رأی شده و رأی صادر قطعی و اجرا شد، اما این پرونده به اتمام نرسیده. اخیراً از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد 6 نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم صادر شده و این 6 نفر به محکومیت‌های حبس 2 تا 10 سال محکوم شدند. قوه قضاییه جزئیات بیشتری از هویت و پرونده این 6 نفر از جمله اتهامات شیرین نجفی ارائه نکرده، ولی در بازداشت بودن خانم نجفی ظن و گمان‌ها درباره مورد دیگری از دستگیری مخالفان حکومت خارج از مرزهای ایران را تقویت کرده. مریم افشنگ، BBC. معاینه قد و وزن 14 میلیون دانش آموز ایرانی نشون میده که 30% اونها دچار چاقی یا اضافه وزن هستند. پدیده‌ای که قاره آمریکا رو درنوردیده و حالا به خاورمیانه و آسیا سرایت کرده. اما حالا وزارت آموزش و پرورش ایران دست به کار شده و در طرحی موسوم به کوچ تلاش کرده تا از شیوع بیشتر سوء تغذیه به شکل چاقی جلوگیری کنه. سیاوش اردلان گزارش میده. از هر 3 کودک و نوجوان ایرانی
یکی چاق است، یا چاق است یا اضافه وزن دارد. نسبت به 5 سال پیش 10% هم بیشتر شده. طرحی رو تحت عنوان طرح کوچ اجرا می‌کنیم که وزیر آموزش و پرورش ایران حالا به فکر دور کردن این خطر افتاده. کمک می‌کنیم که تحرک بدنی بچه‌ها بیشتر بشه و الان که از مدرسه دور هستند بتونن با تحرک بیشتر و الگوی تغذیه مناسبتر از سلامتی خودشون مراقبت کنن. طرح موسوم به کوچ از آغاز مهر ماه در مدارس ایران بر سر زبان‌ها افتاده. معاینه 14 میلیون دانش آموز با 3 هدف. یکی این که کوچ کردن از بی‌تحرکی به سمت تحرک داشتن و فعال بودن، کوچ کردن از عادات ناصحی و غلط به سمت عادات درست، و کوچ کردن از عادات تغذیه‌ای نامناسب به سمت عادات صحیح. برخلاف دانش آموزان ایرانی که 30% چاقی و اضافه وزن دارند، بزرگسالان ایران 60% چاقی و اضافه وزن دارند. این یعنی موجی از انواع و اقسام بیماری‌های غیر واگیردار که در کمین ایرانیان است. کارشناسان هشدار می‌دهند. از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، فشار خون بالا، بیماری‌های گوارشی، برخی از سرطان‌ها همچون کبد و روده می‌باشند. در کودکان و نوجوانان نیز چاقی بعداً به مشکلات تنفسی، زانودرد، کمردرد و دیابت منجر می‌شود. خطری که در گذشته‌های دور در کمین جامعه غرب بود، حالا بر در خانه ایرانیان و ملت‌های رو به توسعه می‌کوبد. این خطر حالا به خاطر خانه‌نشینی ناشی از بحران کرونا وخیم‌تر هم شده است. اما خانه‌نشینی دانش آموزان مانع از ابتکار عمل وزیر آموزش و پرورش و معاون او در امور سلامت نشد. چه دانش آموزانی که به صورت حضوری در مدرسه حضور پیدا میکنن، توسط عوامل مدرسه قد و وزنشون اندازه گیری بشه و نمای توده بدنی اونها یا بی ام آیشون در واقع سنجش بشه، و چه بچه‌هایی که غیر حضوری هستن توسط والدین این اتفاق بیفته و اطلاعاتشون به مدرسه منتقل بشه و بر اساس وضعیت دانش آموزان کارنامه‌ای در اختیار والدین قرار بگیره تا حساسیت لازم نسبت به دقت در سلامت بچه‌ها انشالله کنترل بشه. امروز می‌خوایم نحوه صحیح گرفتن قد و وزن رو تمرین کنیم. تلویزیون رسمی به خانواده‌هایی که نحوه اندازه‌گیری قد و وزن فرزندان خود را نمی‌دانند توضیحات لازم را می‌دهد. حالا از اینجا در استان کوهگیلوی بویراحمد گرفته تا استان گیلان قد و وزن دانش آموزان اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. در مرحله اول قبولگری اولیه انجام میگیره، قد و وزن بچه‌ها ثبت میشه و در واقع یک کارنامه اولیه صادر میشه از طرف سازمان به صورت خودکار دانش آموزانی که تو اون طبقه بندی جزء گروه داره اضافه وزن یا گروه چاق قرار میگیرن، توصیه های استانداردی براشون در نظر گرفته شده. نتایج طرح کوچ نشان داده بیشترین چاقی و اضافه وزن در استانهای گیلان، اردبیل، مازندران و آذربایجان شرقی است. ایران تاکنون در مبارزه با چاقی و اضافه وزن ناموفق بوده و برای آن هزینه هم می‌دهد. هدف فرهنگ سازی در نهاد خانواده است. طرح کوچ دریچه‌ای از امید درباره فرهنگ بهتر خورد و خوراک را بین نسل آینده ایران گشوده است. هدف هم از افتتاحی طرح کوچ اینه که وزنم رو به حد مطلوب برسونم و با استفاده از رژیم غذایی و ورزش وزنم رو کم کنم. خب دانش آموزایی که کم تحرکن باید دیدن تلویزیون و نگاه کردن به موبایل رو کاهش بدن و میتونن تو کلاس‌های ورزشی ثبت نام کنن یا تو خونه میتونن ورزش کنن. درباره دلایل سوء تغذیه ایرانیان به اندازه کافی کار نشده. فعلا همه میگویند کم تحرکی ناشی از کرونا. اینم از یکی از پرملان‌ترین ساندویچ‌های تهران. اما ریسخاری و درشتخاری از جنس فرهنگ غذاهای فست فود که در جامعه ایران رواج یافته باعث سوء تغذیه می‌شود. فرهنگسازی در اکثر کشورهای دنیا از مدارس شروع شده. طرح کوچ در ایران کارزار خود را از نقطه مؤثری شروع می‌کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در حالی که 3 روز از شروع دوره ثبت نام برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران میگذره، تنها کسی که به شکل جدی برای نامزدی ابراز تمایل کرده علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایرانه. اعلام نامزدی او باعث شده علاقمندان بعد از یکی از تاریک‌ترین سالهای فوتبال ایران به تغییر در پرسنل فعلی فدراسیون امیدوار بشن. پوریا ژافره گزارش می‌دهد.
برای سالها در استادیوم های فوتبال او این گونه تماشاگران را به وجد می آورد. علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی و مشهور به جادوگر فوتبال ایران، حالا می خواهد وارد مدیریت فوتبال شود. مرد سال فوتبال آسیا در سال 2004 که علاوه بر پرسپولیس سابقه بازی در تراکتور، بایرن مونیخ و شالکه را هم دارد، در سالهای بازنشستگی بعد از چند تجربه ناموفق مربیگری به یکی از منتقدان اصلی فدراسیون فوتبال ایران تبدیل شد. با آقای تاج ایشون در مورد هیچ چیز خبر نداشت. آتیش زدن پیرن یه تیم پرسابقه مثل نفت و خبر نداشت. دستکاری شدن قرار داده. اوج انتقادات علی کریمی به 2 سال پیش و این مصاحبه برمیگردد. وقتی در برنامه 90 تلویزیون دولتی ایران مقابل محمد رضا ساکت دبیر وقت فدراسیون فوتبال قرار گرفت و مناظره ای را شروع کرد که هنوز هم به نتیجه نرسیده. چکدوم از این جوابای شما آقای تاج منو قانع نکرد. امیدوارم دیگه قضاوت با مردم باشه. اینا طبیعتا شما اصلا برای مردم مهم نیستشون. طبیعتا حالا بذار من سوال بکنم انجام بدم. من سوال چیزی خارج از اما حالا با تغییراتی که فیفا در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ایجاد کرده، علی کریمی هم فرصت این را پیدا می‌کند تا شانس خودش را برای رسیدن به مهمترین صندلی فوتبال ایران امتحان کند. مسئله‌ای که با استقبال علاقمندان فوتبال در ایران و همینطور بازیکنان و مربیان روبرو شده است. مثلا یکی این علی دایی مثلا حمایتش کنیم. علی کریمی، مهدوی کیا، اینا بالاخره اینا یه وچه بین‌المللی دارن دیگه. اینا بیان یا رئیس فدراسیون بشن یا وزیر ورزش بشن، بعد بریم ما AFC رو بگیریم. مثلا اگه علی دایی کاندید بشه برای AFC، علی کریمی بشه، مهدوی کیا بشه، وضع برای ما ندارن. فوتبال ایران حال و روز خوشی ندارد و بسیاری ساختار و نفرات فعلی فدراسیون فوتبال را مسبب اصلی این مشکلات می‌دانند. در حالی که تیم ملی فوتبال مردان ایران برای رسیدن به جام جهانی 2022 قطر حسابی به دردسر افتاده، اشتباه مهلک در قرارداد بستن با مارک ویلموس بلژیکی و همینطور نحوه فسخ قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی باعث شده تا صورت حسابی نجومی روی میز فدراسیون فوتبال ایران قرار بگیرد. در همین حال نه تنها مسئله حضور زنان در استادیوم ها حل نشده، بلکه در روزهای گذشته تیم ملی فوتبال زنان ایران هم از رنکینگ فیفا حذف شد. مسائلی که هر کدام به تنهایی در دیگر نقاط جهان می توانند باعث شوند مقامات فوتبال آن کشور استعفا دهند یا همگی برکنار شوند. پوریا جعفره، BBC. ممنون از همراهیتون در این بخش 60 دقیقه. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. خدا نگهدارتون.